سلام دوستان، من کیمیا هستم و اینجا بیف پادکست. امروز در خدمت آقای پیمان جاودان هستیم، مشاور امور مالی و بیمه توی استان بریتیش کلمبیا، و قراره یه سری سوال چالنجینگ داشته باشیم، یه سری چیزایی که همیشه به هممون سواله و امروز جوابشو بگیریم بالاخره. سلام. سلام، منم خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم که خیلی گفتمان خوبی رو داشته باشیم با هم دیگه. همچنین یه سلامی بکنیم به دوربین و کسایی که نگاهمون میکنن. سلام عرض میکنم به همه دوستانی که دارن ما رو نگاه میکنن. امیدوارم که امروز بشینید پای این برنامه نگاه بکنید. حتما خیلی نکات خوبی براتون خواهد داشت که عین نون شب واجبه. و نوت برداری. خب از کجا شروع بکنیم؟ شما دوست دارید بحث امروزمون در رابطه با خودتون باشه یا من سوالایی که آماده دارم و ازتون شروع بکنم بپرسیدم؟ آره شما سوالا رو بپرسید، فقط من در مورد خودم خیلی کوتاه میگم در حد دو تا جمله. اونم این که 22 سال هست که تو صنعت بیمه دارم کار میکنم و خیلی چیزایی رو تو این 22 سال دیدم که میتونه برای دوستانی که مخصوصا تازه وارد این کشور میشن خیلی مفید باشه. 100%. هیچ شکی درش نیست و 22 سال یک عمره. آره زود شروع کردیم میگم. اونقدر سن سال نداریم ولی زود شروع کردیم. حالا اونو انشالله تا آخر برنامه به جوابش میرسیم. اول از همه یه سوالی که برای خود من توی این 7 سالی که وارد کانادا شدم و زندگی کردم بوده اینه که تفاوت مشاور مالی و فروشنده محصولات مالی و فاینانسی چی هست؟ خیلی سوال خوبیه. ما یک تایتلی داریم به اسم مشاور مالی یا همون فاینانشال ادوایزر یا فاینانشال پلانر. یه سری هم داریم که میفروشن، محصول میفروشن. من فرق بین این دوتا اینه که یکیشون داره به من مشاوره میده، داره من کمک میکنه، سوالی دارم توی مراحل مختلف زندگیم، خونه میفروشم، میخرم، بچه دار میشم، بچه‌م میره دانشگاه، میره میاد، هر اتفاق مالی که تو زندگی من میفته این آدم به من مشاوره میده. یه نوع دیگه‌ش هم داریم، اونی که خبری از مشاوره نیست، فقط سلز اتفاق میفته. اونم شاید یه پروداکتی که واقعا شاید طرف نیاز داشته باشه، زیاد نیاز نداشته باشه و دیگه خبری هم نیستش. خیلی وقتا هم بعد یکی دو سال میبینید از اون آدمی که پروداکترم فروخته خبری نیستش. برابر این مشاور مالی یه آدمیه که لانگ ترم و یا زمان طولانی کنار ما باشه، چون توی این مدت طولانی اتفاقهای مالی زیادی بر ما میفته که ما نیاز داریم از یکی مشورت بگیریم. برابر این مشاور این نیستش که فقط یک پروداکتی رو به ما بفروشه و بیشتر انگیج میشه و درخور میشه با مسائل زندگیتون. حتما همینطوره. مشاور مالی کسیه که من تمام اطلاعات مالی زندگیمو قرار بهش بدم و خیلی وقتا هم ممکنه تو خیلی جلساتی با کلاینت داشته باشی که هیچ ربطی به سلز نداره، هیچ ربطی هم به پرادکت نداره و فقط یه جلسه مشاوره است. اصلا قرار نیست من هر باری که با هر کسی میشینم حتما یه چیزی بهش بفروشم، اصلا همچین چیزی نیستش. این میشه مفهوم داشتن یک مشاور. اوکی. میتونم میزان تحصیلاتی رو که برای واجد شرایط شدن مشاور مالی لازم هست و بدونم توی کانادا تو بریتیش کلمبیا؟ متاسفانه خوشبختانه‌شو نمیدونم، ولی اینی که تحصیلات دانشگاهی نیاز نداره، اما شما میتونید برید یه سری کورس بگذرونید و امتحانا رو بدید، پاس بکنید و لایسنس بگیرید و میتونید مشغول به کار بشید. لایسنس گرفتن ایناش پروسه خیلی ساده است، چند ماه شما میرید لایسنس میگیرید، اما اینکه بعدش آدما سالهای طولانی توی این اینداستری باقی میمونن یا نمیمونن و تو به عنوان کسی که نیاز داری طولانی مدت روی این آدم حساب بکنی، میتونی فکر بکنی که یه کسی 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال توی این بیزنس قرار باقی بمونه یا نه؟ این تیکش اهمیت داره. نیاز به آپدیت لایسنس هم هست؟ همیشه یه سری کورس و اینا هستش که شما کردیت هست، هر سال باید بگذرونید تا بتونید لایسنستون رو در واقع تمدید بکنید از طرف اینشورنس کانسل یا بیمه مرکزی بریتیش کلمبیا یا هر استان دیگه. چقدر عالی. خیلی ممنون. مرسی. چون میدونستم این خیلی سوال هست برای بیننده هامون، خواستم که کامل بپرسم. سوال بعدی،
خیلی پیش میاد که مشاور مالی به ما یه سری اطلاعات میده و میگه که خیلی خوبه این بیمه رو بگیری. میخوام ببینم از کجا ما میتونیم مطمئن بشیم که آیا واقعا اون بیمه مورد نیاز ما هست؟ آیا باید بریم با مشاور مالی دیگه ای صحبت کنیم یا این کار اصلا اتیکال نیست؟ این که با یکی دیگه صحبت بکنیم هم هیچ اشکالی نداره. ولی دو سه تا من نکته کوچولو میگم، شاید اینا بتونه کمک بکنه که من بفهمم. من وقتی به عنوان یه مشتری میرم و شروع میکنم با یکی صحبت کردن، اگر کسی و مشاوری اصرار به یک محصول خاصی کرد و شروع کرد تعریف تمجید زیادی از یک محصولی و هی فیچر بنفیت های اون محصول رو گفت، اولین چیزی که من باید متوجه باید بشم اینه که there's something wrong و مشکلی هست، یا به خاطر کامیشن زیاده یا یه دلیلی داره که انقدر داره رو این پرادکت خاص مانور میشه، حتما یه دلیلی داره و این اولین چیزی که میتونن دوستان بهش توجه بکنه. دو، این که یه آدمی چند سال تو اون بیزنس بوده، این اصلا فول تایم جا بشه یا نه پارت تایم جا بشه. مثلا طرف نمیدونم مهندس مکانیکه، در کنارش اومده غروبا و ویکندا یه روزی یکی دو ساعت این کارم داره میکنه و خب اینا هم برای من نشون میده که من چقدر میتونم به یه آدمی اعتماد بکنم، چون که این داستان همیشه شما باید مطالعه داشته باشید و آدمی که صبح تا غروبش سر یه کار دیگه است کی وقت میکنه که روی این موضوع وقت بذاره، مطالعه کنه، کورس بگذرونه، آپدیت بشه و و و نکته سوم این که سابقه آدم رو نگاه بکنیم، از کجا بوده، کجا میره، با کیا کار میکنه، با چه مجموعه کار میکنه. این دو سه تا نکته خیلی راحت هستش و نکته بعدی که چقدر شفاف هست آدمه. وقتی توی پروسه مشاوره همه رو به شما میگه، یه چیزایی رو هاید میکنه، قایم میکنه، خیلی هم سخت نیستش دیگه متوجه شدنش. بیشتر از همون کامن سنس میاد که متوجه بشیم. یه چیزی رو توی صحبتتون اشاره کردید، گفتید کامیشن، میشه بگید چجوری پورسانت و چجوری اصلا یه مشاور مالی درآمدش چطوریه، چجوری پی میشه، هر دفعه که با ما میشینه پول میگیره از ما؟ ما یک مشاور مالی داریم بهش میگم فاینانشال ادوایزر. یه سری هم کمپانی های بزرگ فاینانشال کانسالتیشن داریم. اون فاینانشال کانسالتیشن ها بله مثل وکیل از شما ساعتی برید بشینید پول میگیرن، ازتون ساعتی پول میگیرن. اما اون چیزی که توی حداقل کامیونیتی ما هم خیلی باب هست و دوستان زیادی هم دارن فعالیت میکنن که فاینانشال ادوایزری اسمش هست، نه اینا بابت هر میتینگ از شما پول نمیگیرن، بابت فروش پرادکت از شما پول میگیرن. اما یه سری پرادکت ها پورسانتش زیادتره، یه سری ها کمتره، یه سری ها اصلا خیلی کمه. به خاطر همین این موضوع است که شاید نیاز تو یک پرادکتی باشه که برای من هیچی نمیسازه اصلا، اما من باید اون رو به شما ارائه بکنم و خب دوستان باید دقت بکنن این اتفاق بیفته دیگه، نه من مانو بکنم. اون که اولش گفتم اگه من اصرار کردم روی چیزی، این یه جایی کار میلنگه، من دارم اصرار میکنم روی پرادکت خاصی. و شما علاوه بر این که اون محصول رو میفروشید، پورسانت جداگونه میگیرید از مشتری یا نه همون شما کامیشنتون از کی میاد؟ این هم سوال خیلی خوبیه. کامیشن فاینانشال ادوایزر از کمپانی که ازش محصول میفروشن میاد، اما مخصوصا تو موضوعات سرمایه گذاری اینوستمنت یه چیزهایی به اسم سیلز شارج و اینا هست که میتونن اضافه اد بکنن، بعضی ها میکنن بعضی ها نمی کنن. و دوستانی که دارید برنامه رو نگاه میکنید، اگر که توی هر اینوستمنتی وارد شدید حتما بپرسید که این سیلز شارج هست یا نیستش، چون یک ادوایزر موظف لیگالی قانونی باید بگه که تمام فیایی که داره اضافه میکنه رو باید بگه. اگر بعدن دیدید یه چیزی هست و نگفته شده و اینا میشه همون ماجرایی اینکه خب یکی با شما آنست نبوده دیگه. خیلی عالی، مرسی، من نمیدونستم، خیلی هم جالب. یه جورایی سواله که از کجا میتونیم به یه مشاور اعتماد کنیم و جوابشو دادید یه جورایی، ولی بیشتر دوست دارم راجع به اون قسمتی که از کجا بفهمیم یه محصولو خیلی نیاز داریم یا نداریم، یا
که منو لید میکنه به سوالایی در رابطه با بیمه های شخصی، مثل بیمه عمر، مثل بیمه بیماری های خاص، بیمه از کار افتادگی. در رابطه با اینا ازتون الان میخوام سوال بکنم. کاری که ما میکنیم، نه اینکه کاری که ما میکنیم، کاری که اینجا قانونگذار اینجا از شما خواسته به عنوان یه آدم لایسنسد این کار رو بکنی، اینه که من باید بشینم با شما صحبت بکنم و اولویت بندی بکنم. شاید مثلا چند تا مثال بهتون میگم، شاید من یه آدم مجردی هستم، اصلا خانواده ندارم، پس با من صحبت از موضوع این که بچه اتفاقی میفته برای بچه تو اینا هیچ بی‌معنیه چون ندارم. شاید یه آدم متأهلی هستم که بچه ندارم هنوز، دوباره این کانورسیشن فرم میکنه. شاید یه آدم متعلی هستم که هم همسر دارم هم بچه دارم، همه اینا با هم فرم میکنه، پس اولویت من هم فرم میکنه. شاید من یه آدمی هم که برام مهم نیست مردم بعدش چی میشه، نه خانواده نه بچه. شاید یه آدمی هم که فقط مهمه برام مریض شدم چی میشه. شاید یه آدمی هم که دیسیبل شدم یا از کار افتاده شدم برام مهمه و و شاید 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 شاید, شاید. اینه که هر آدمی، هر خانواده‌ای کاملا جدا هست از یک خانواده دیگه و آدم دیگه. بنابراین این که اولش گفتم تمام محصولات مالی هیچ کدومشون به خودی خود نه خوبن نه بدن، نه خیلی به درد بخورن نه خیلی به درد نخورن. ممکنه یه محصول برای شما و خانواده‌ات خیلی عالی باشه، همون برای من و خانواده‌ام کاملا به درد نخور باشه. اینجوری با آنالیز کردن یه خانواده میتونید شما متوجه بشید که چه محصولی به دردشون میخوره چه محصولی به دردشون نمیخوره. یه وقتا هم یه محصولاتی به درد بعضی از خانواده‌ها میخوره که برای ما هیچی نمیسازه، به لحاظ مالی عرض میکنم، اما نیاز اون خانواده رو برطرف میکنه و من موظفم اون رو پیشنهاد بدم. نمیتونم بگم چون من 2 ساعت وقت گذاشتم حتما باید یه چیزی پیشنهاد بدم که آه واسه چیزی در بیارم. این شکلی نیست دیگه ماجرا، حداقل درست ماجره میشه. پس توی بیمه چشم هم چشمی کار نمی کنه. خیلی اتفاقا چیز خیلی چیز باحالیه این ماجرا. بعضی وقتا اینجوری اتفاق میفته، آدم ها بین هم دیگه میشینن تو مهمونی، تو چی گرفتی؟ این میگه خیلی خوبه، من 4 میلیون لایف اینشورنس دارم. آره من حالا برعکسش هم هستش، میشینن دوره هم دیگه اینو که به چه درد میخوره، برو کنسلش کن به درد نمیخوره. یعنی گرفتن مشاوره از آدمهایی که هیچ تخصصی ندارن خودش یه موزل بسیار بزرگه. من این کیس ها رو بارها داشتم، خانم یا آقا تماس گرفتن و گفتن آره دوستم گفته اینجوری، پرسیدم دوست شغلش چیه؟ آره مهندس فلانی. گفتم سر در میاره از موضوع مالی و اینا؟ نه ولی گفته ببین این کار بکن، من خودمم ندارم. الان چرا تو من خودمم ندارم دلیل میشه که تو هم نداشته باش؟ و برعکسش، آره من اینو گرفتم خیلی خوبه تو هم برو بگی. نه اینجوری نیست ماجرا، این محصولات انقدر متنوع هستن حتی عدد رقماشون کاملا متناسب. سوال بعدی من آره بگید شما به سوال ها رو بگید، من تون تون میگم. توی مهمونی کیمیا میشینه با فرنوش، شروع میکنم به صحبت کرد، فرنوش میگه من هزینه بیمه عمرم ماهی 30 دلاره. کیمیا میگه من دارم ماهی 100 دلار هزینه میکنم. و تو اون صورت من میخوام اینم توضیح بدید که چرا انقدر فرق میکنه هزینه ماهانه ما که برای بیمه پرداخت میکنیم، و اگه بتونید یکم باز بکنید. خیلی به صورت کلی هزینه بیمه در کمپانیای مختلف بیمه با هم دیگه خیلی فرق نمیکنه، مخصوصا تو قصه های بیمه های زندگی، چون ریسک فوتی آدمه. بنابراین شرکت مختلف آپشن های مختلف نداره میگه اینو انقدر میدیم اونو انقدر میدیم، ریسک فوتی انسانه. اما اینکه مال من چرا با مال تو فرق میکنه، شاید مال من 10 ساله مال شما 20 ساله، شاید مال من مثلا 500,000 دلار شما مال شما 700,000 دلار، شاید مال من مادام العمر مال شما موقته و و هزار تا شاهد دیگه. کلا مقایسه نکنیم اصلا هیچ وقت، به خاطر اینکه شرایط زندگی من با شرایط زندگی شما فرق میکنه کاملا، و این مقایسه یعنی همیشه ما رو به مسیر اشتباه وامی داره. و اینی میمونه که مثلا فرض بکنید من میخوام برم یه ملکی بخرم، به جای ریلتور میرم از اونی که مثلا چه میدونم گروشری استور داره، میرم سوال میکنم که
آقا ملک الان اوضاع احوالش چجوریه، این چی میشه بعد راننده تاکسی هایی که همیشه نظری دارن راجع به این موضوع، به کجا میخواد این اتفاق، هیچ به جای بدی میره، همیشه به جای بدی میره. یعنی ما خیلی وقت داشتیم ادوایسی که دوستان گرفتن از آدم هایی که غیر متخصص بودن، چرا چون مثلا فلانی دوستمه، حالا این قصه تو موضوع ماشین و اینا بعدن راجع به صحبت میکنیم، خیلی وخیم تر میشه ماجرا، اتفاقای خیلی بدی میفته، حالا جلوتر میگم. تو همین تاپیک بخوام بمونم، میدونم یه سری سوالای خیلی سرنوشت ساز وجود داره زمانی که میخوای بیمه عمر رو خریداری بکنی یا بیمه بیماری های خاص و بیمه هایی که مربوط به سلامت خودته. یکی از اصلی ترین سوالا اینه که آیا سیگار میکشی یا نمیکشی، و خب آیا این سیگار کشیدن یا نکشیدن، این سوال خیلی بزرگه. این به چه معنیه؟ آیا یه نخ میکشم، یه پاکت در روز میکشم، یا اینی که اصلا چی میشه دروغ بگم، میخوام بگم من سیگار نمیکشم ولی حالا شاید تفننی دوبار در ماه بکشم، چی میشه؟ ببخشی کلمه فارسیش، کانسیکونس این موضوع چیه؟ تبعاتش چیه؟ مذر ما اتفاقا به من رو صفحه اینستاگرام یه پست در خصوص همین قصه سیگار و اینا یه پست اختصاصی گذاشتیم سر موضوع سیگار. ما یک موضوعی رو داریم توی خرید اینشورنس بهش میگن میس ریپرزنتیشن، که میتونه آمدانه باشه یا سهوی باشه. موضوع سیگار کشیدن قطعا سهوی نیستش، چون شما سهوا نمیتونی بگی ای ببخشید مثلا من یادم رفت میکشیدم، مثلا یادم رفت بگم. سوال اول همیشه اینجا اینه که do you smoke or not، سیگار میکشی یا نمیکشی؟ پس جواب اول بله یا خیره، فقط هیچ چیز دیگه آپشن نداره. اول بله یا خیر، نه که هیچی، خیر هیچی، بله میره استپ بعدی اونی که شما گفتید. حالا اگه میکشی چقدر میکشی، مثلا روزی یه دونه میکشی، تفریحی میکشی، ماه یه بار میکشی، هفته یه پاکت میکشی، و هر کدوم تاثیرهای خودشو داره. ولی سوال اول جوابش فقط بله یا خیره، جواب آپشنال دیگه ای نداره. بله یا خیر، اگر بله اسموکر هستی. حالا من یه بیمه عمر دارم $1,000,000 و ماهانه هزینه‌ام خیلی پایین تر بود اگه میگفتم سیگار نمیکشم. یه اتفاق پیش اومده برای من و من فوت شدم و الان زمان گرفتن پول خانوادمه. به راحتی دینای میشه کلیمتون. از کجا میفهمن که حالا اصلا من سیگاری بودم؟ من یه جمله رو همیشه به دوستان میگم، اینجا به شما میگم، اگر ما نمیدونیم که اونا چجوری میفهمن، معنیش این نیست که اونا بلد نیستن بفهمن، فقط معنیش اینه که ما نمیدونیم اونا چجوری میفهمن. انگلیسی ها از سال 1587 اگر اشتباه نکنم، یکم اینور اونورتر، دارن لایف اینشورنس میفروشن. یعنی آلموست نزدیک 500 سال دارن لایف اینشورنس میفروشن. حالا اگر من فکر میکنم انقدر بچه زرنگم که میتونم کلا بذارم سر اینایی که 500 ساله دارن لایف اینشورنس میفروشن، دیگه به نظرم که همونجوری فکر بکنم. ولی ماجرا اینه که وقتی هر شرکتی تو هر زمینه یک محصولی رو ارائه میکنه، یه قانونایی هم میذاره، مطمئن باشید حتماً به اندازه من و شما فکر کرده که چجوری بعدش بفهم. یعنی هیچ پولی نمیگیریم اگه دروغ بگیم؟ نه، من کیس هایی رو داشتم، چه برای کریتیکال ایلنس، بیماری های خاص، چه برای لایف اینشورنس، وقتی که معلوم شده موقع اپلیکیشن، موقع خریده به نام طرف سیگار میکشیده، به راحتی دینای شده و هیچی نمیدن، خیلی تمام و قاطع. اوکی، خیلی ممنون، مرسی. سوال آینده، ببخشید سوال بعدی اینه که میخوام از این موضوعی که راجب بیمه شخصی بود یکم فاصله بگیرم، چون میدونم خیلی زمینه وسیعی داره و روزها طول میکشه، ولی این سوالایی بودش که بیشتر جنرال تر و همه معمولا دارن در رابطه با بیمه ایندیویدوال. دوستان راجب بیمه ماشین ازتون سوال کنم. فقط من یه جمله بگم بعد بریم روی بیمه ماشین. روی موضوع بیمه زندگی، ماجرا اینه که با زندگی خانواده ها سر کار داره. ممکنه یه زندگی رو نجات بده، ممکنه یه زندگی هم داغون بشه بپاشه. یعنی تبعاتش
یک زندگی یک خانواده در بر میگیره خیلی دقت بکنید لطفا موقع خریدش. بریم سراغ ماشین. عالی. ICBC نظرتون رو تو سه تا کلمه راجبه ICBC اگه سه چهار سال سوسن چهار قبل از 2019 میپرسیدی نظرم یه ذره فرق میکرد، الان نظرم یه ذره برای خودمون نه ولی برای مردم بهتره. برای ما نه، به خاطر اینکه این قیمت ها اینا همه اومده پایین و ما کمتر پول در میاریم. قیمت ها اومده پایین؟ شما 2018 اینجا همه مایی 300 دلار میدادن، الان همه 100 خورده میدن. حالا من دارم مایی 700 دلار پول میدم برای بیمه ماشین. شما حتما شون فهمیدن پول دارید اضافه میگیرن از شما. نه موچم ها گرفتن. ولی برای کسایی که تخفیف دارن بالای مثلا 15 سال و اینا تخفیف دارن، خب قبل از 2019 حق بیمه خیلی بالاتر بود، الان خیلی پایین تره و این خب خبر خوبی برای مردم و خبری بدی برای ما متاسفانه. ولی فکر میکنم که هر که مردم باش هپی باشن اوکیه. راجب ارگانیزیشن نظرتون رو میخوام بدونم. سال بعدی بیشتر از این لازم نیست بریم توش. خیلی سخت آخه گاورمنت دیم، مثلا من چه نظری راجب دولت اینجا چه نظری بدم؟ نه مثلا میخوام نه راجب دولت نظری نمیخوام، راجب کمپانی ICBC اگه بخوای تفاوتش رو برای بیننده ها با کمپانی های بیمه تو ایران بگید، بیمه ماشین تو ایران بگید، بهتره بدتره؟ میتونم بگم بهتره، یعنی اگه مخصوصا برای بچه‌ای که تازه دارن میان اگه میخوام مقایسه بکنم با ایران خیلی راحت تره. یعنی پروسه خسارت گرفتن، این شما اصلا تصادف میکنی هیچی، یه دونه دو تا عکس میگیرید و زنگ میزنید و تمام پروسه خسارت انجام میشه. از این نظرش خیلی راحت تره. یه سری اشکال هایی هم داره سختگیریاشون و سختگیری ها اینا هم یه دوست دارم اینجا بگم این ماجرا رو. سختگیری ها که اتفاق میفته دلیلش آدمایی که صادق نبودن و یه اتفاقهای فیکی رو رقم زدن، خسارت ها اینا بگیرن، اینا وقتی تعدادش زیاد میشه خب از اون ور اون هم مجبور میشه یه چیزهایی رو تغییر بده. همونقدر که از این ور زیاد میشه این ماجراها، از اون ورم اعتماد کم میشه و این قصه خیلی بخوام بازش بکنیم خیلی طولانی ماجرا، ولی در مجموع در مقایسه با ایران، یعنی به عنوان کسی که تو هر دو تا کشور سالها کار کرده میتونم بگم که اینجا خیلی راحت تر پرسیدن. کاملا باهاتون موافق و مخالفم. به نظر من خیلی از قوانین ICBC به نظر شخصی من به عنوان فردی که اینجا زندگی میکنه و هزینه بیمه میده ماهانه، بسیار قوانین سفید و سیاهه و همه رو میاد خوب و بد و با هم میسوزونه توی سبد و تفاوت قائل نمیشه. ولی با نظر شما مخالفم، یعنی موافقم که دارید میگید آره این اتفاق افتاده و خب با توجه به فیدبکی که گرفتن دارن این رفتارا رو میکنن. حالا میخواید تایم داریم یه کوچولی یه مثال بگی اینکه تفاوت ایجاد یعنی همه رو با یه چوب میزنن؟ نه نمیخوام مثال بگم، شاید خیلی بایس باشه اگه مثال بگم، واسه همین سعی میکنم نگه دارم. ولی میخوام مثلا از شما بشنوم که اگه یه نفر مستم نه تیپسی، یعنی مقداری الکل تو بدنت هست ولی رانندگی میکنی با ریسک خیلی بالا، رانندگی بکنه چه تبعاتی داره؟ در خصوص الکل یه سری قوانینی خود دولت بریتیش کلمبیا داره. شما اگه وبسایت خود دولت رو برید اونجا نوشته که اصلا چقدر الکل مجاز هست تو خون شما باشه موقع رانندگی. تا جایی که من میدونم 5% بیشتر شما مجاز نیستی الکل تو بدن داشته باشی و این برای نوع مختلف نوع انواع مختلف گواهینامه هم متفاوته. یعنی مثلا اگه من یادم میام نیو درایورم تازه گواهینامه گرفتم اون 0ه، حتی 1% هم نمیتونه الکل باشه. 5% یعنی چقدر؟ چیزی که توی تعریف خود وبسایت گاورمنت نوشته مثلا هر 1 ساعت یک کنه یه دونه قوطی آبجو مثلا هر 1 ساعت. اینکه مثلا شما توی 1 ساعت 2 تا بخوری بعد بگید 2 ساعت ازش گذشته، این شکلی نمیگن ها. میگن هر 1 ساعت یکن بخوری این میتونه 5% توی خونت الکل نشون بده، یه همچین تعریفی داره. اما اگه بیشتر باشه چه اتفاق میفته؟ شما رو درانک میگیرن، مست میگیرن و زیاده دیگه، تبعاتش زیاد میشه. اول که پلیس جریمتون میکنه،
دوم که گواهینامه‌تون تعلیق میشه. سوم جریمه برای تعلیق گواهینامه میشید. چهارم باید برید کلاس شرکت بکنید که دیگه مست پشت فرمون نشدید. اونا هم کلی هزینه داره. پنجم تو این چند ماهی گواهینامه نداری یا باید اوبر بگیرید یا باید تاکسی بگیرید یا باید با اتوبوس برید. ماشین این را هم اضافه بکنید و شما نمیتونید تکنیک چون گواهینامه نداری نمیتونید رانندگی بکنید. ماشین تا... چی میشه که رانندگی میکردی حالا مست گرفتن؟ بستگی به دیگه به نظر پلیس بعضی وقتا میتونن توقیفش بکنن ببرن، بعضی وقتا دیگه نه. حالا اون هیته فعالیت پلیس خیلی به ما مربوط نمیشه. به غیر از همه اینا دو تا اتفاق دیگه هم میفته. پوینت های منفی شما زیاد میشه و وقتی پوینت منفیتون زیاد میشه حق بیمه‌تون میره بالا. به غیر از اون یه جریمه دیگه هم به عنوان اینکه شما راننده خطرناکی هستید بهتون اضافه میشه و این جریمه رو تا 3 سال هر سال موقع روز تولد شما برای شما میفرستن که یادت نره چرا راننده بدی بودید. بنابراین نکنید، طور خدا نکنید. و آخرش هم این که جون خودتون و بقیه است دیگه که این از همه مهمتره. واقعا واقعا یعنی درش شکی نیست که چقدر این کار پر ریسکه و اینی هم که مسلما با چیزی که شما توضیح دادید یه تبعاتی اومدن گذاشتن که واقعا افراد اینجا نتونن این جرمو انجام بدن و کانسیکونس خیلی زیاد داره، تبعات خیلی زیاد داره. حتی مثال کوچولوش، شما اگر گواهینامه تعلیق بوده باشه ما بهتون لایف اینشورنس نمیفروشیم. نه حالا بعد طول درازت فقط خواستم یه مثال کوچولو هم بدیم که روی خیلی چیزا تاثیر داره این ماجرا، حتی تو موارد استخدام. تا چند سال نمیتونید لایف اینشورنس بفروشید؟ تا آخر اون تا زمانی که نه تا زمانی که ساسپند هستش، تا زمانی که تعلیق هستش. چون از نگاه یک اینشورنس کمپانی شما آدم خیلی های ریسکی هستی که ممکنه بزنی خودتو بهتر کنی، بقیه هم همینطور. شنیدم نمیتونی برای پاسپورت هم اپلای بکنی اگه زمانش باشه. من پیشنهاد میکنم که دوستان برن بخونن. حالا من نه وکیلم نه حقوقدانم که بخوام توصیه بکنم، ولی برن بخونن که ممکنه چه تبعاتی داشته باشه، آیا ممکنه جزء کریمینال اکت محسوب بشه نشه و اینا. بازم من حقوقدان نیستم نمیتونم بگم میشه نمیشه، ولی برید لطفا بخونید و آخه نشنید دیگه چه کاریه مست پشت فرمون میشه. کاملا درسته، کاملا. حالا کانادا خیلی وسیعه، توی همین زمینه رانندگی و بیمه رانندگی بخوام حرف بزنم خیلی بزرگه. ما استان به استان داریم، هر استانمون از بعضی کشورهای دنیا خیلی بزرگتره. یه وقتایی سفر میکنیم از استان بریتیش کولومبیا میریم کبک یا میریم آلبرتا یا میریم هر جای دیگه. اگه اونجا من بخوام ماشین اجاره بکنم باید چی جوری با بیمه دیل بکنم؟ بیمه جدید بخرم؟ چی کار باید بکنم؟ توی همین بیمه نامه ICBC یه آپشنی داره، شما میتونید اونو خریداری بکنید. با داشتن اون آپشن شما خارج از استان بریتیش کولومبیا و حتی داخل آمریکا، حالا تکنیک قالو میگه نورث امریکا other than مکزیکو، تمام آمریکا شمالی به غیر از مکزیک، شما میتونید این شما رو در واقع تحت پوشش قرار میده برای ماشین های رنتال. یعنی شما اگر رفتید آمریکا، چون اتفاق میفته برای دوستان میرن آمریکا اونجا ماشین میخوان رنت بکنن، شرکت های رنتال مجبورشون میکنن که اینشورنس بخرن. شما با داشتن همین آپشن میتونید خارج از استان بی سی، استان دیگه کانادا و حتی تو آمریکا نیازی ندارید که بیمه برای ماشین رنتال بخرید و این تحت پوشش هستش. چقدر عالی، خیلی خوبه. نم یکی از بنفیت های و یکی از مزایای های ICBC خیلی کار رو به نظر من راحت تر میکنی دیگه استان دیگه و هزینه خیلی، شما هزینه در واقع خیلی پول سیو میکنیش، مخصوصا تو آمریکا هزینه خیلی وقتا هزینه بیمه از خود اندازه اون پولی که برای ماشین میدید اجاره بکنید گرونتر میشه و آره با یه پول خیلی کوچولو اینجا اون آپشن اضافه میکنید و چقدر مالی. اوکی. حالا اگه بخوام در رابطه با بیمه ماشین بیشتر سوال بکنم ازتون، چون میدونم خیلی از ایران میان سوال دارن، ما اگه ایران سابقه رانندگی بیاریم اینجا آیا تخفیف میگیریم؟ چطوریه؟ تا چند وقت میتونیم با گواهینامه ایرانمون اینجا رانندگی کنیم؟ اگه اون زمانی که رانندگی میکنیم تصادف کنیم چی میشه؟ اگه توضیح کلی هم بدید فکر میکنم.
آره این که اصلا اینو دوباره میگم، خیلی جاهای دیگه هم گفتیم، چند تا پست هم گذاشتیم، از سال 2019 قانون عوض شده، شما دیگه نیاز ندارید از شرکت های بیمه ایران نامه بگیرید، نامه تخفیف و اینا، عدم خسارت و اینا بیارید، همین اصل گواهینامه‌تون با خودتون بیارید کافیه، مگر اینکه بخواید کلاس 4 و راننده تاکسی و اوبر و لیموزین و اینا بشید، اون یه ماجرا دیگه است، ولی برای معمولی ماشین معمولی نیاز ندارید چیزی بیارید، همون گواهینامه کافیه. اینکه چجوری سوابق رو لحاظ میکنن، از اولین تاریخ صدور گواهینامه شما در ایران هر سالی که بوده از اون سال میشمارن، ماکسیمم تا 15 سال به شما اینجا تخفیف میدن. ولی 3-4 تا مورد هستش که دوستانی که تازه میان، ما دیگه قبلا هم ویدیو درست کردیم، به حالت التماس افتادیم دیگه که تو رو خدا نکنید این کارا رو. اینجا شما میای اول باید امتحان آیین نامه بهش میگن، اونو باید بدید. وقتی امتحان آیین نامه میدید دو حالت پیش میاد، یه گواهینامه ایرانتون رو تحویل میدید و بیمه با تخفیف میخرید، یا گواهینامه ایران تحویل نمیدید. وقتی تحویل میدید زیر برگه بزرگ نوشته شما اجازه ندارید تنهایی رانندگی بکنید. دوستان میرن تنهایی رانندگی میکنن، همین الان که ما با هم صحبت میکنیم من دو تا کیس کلیم دارم که بهشون پرداخت نمیشه چون تنها رانندگی میکردم و اجازه نداشتم. بنابراین این که ایشالله هیت طوری نمیشه و ایشالله اینجوری نمیشه و اینا، یهو دیدید ایشالله یه طوری شد، بعد دیگه تبعات خیلی زیادی داره و همیشه همینجوری نیست. من بزنم به سپری یکی چند هزار دلار هزینه باشه، یهو ممکنه بزنم به یکی چند میلیون دلار هزینه باشه و دیگهش بشه. و دیگه این خیلی مهمه این نکات. این که با گواهینامه ایران چقدر میشه رانندگی کرد بسته به نوع اقامتتونه. اگه توریست باشید یه تایمی داره، اگر که با ورک پرمیت اومده باشید یه تایمی داره، پی آر یه تایمی داره، دانشجو باشید یه تایمی داره، همه اینا تو وبسایت icbc.com موجوده و میتونن دوستان برن توش دونه دونه همه رو ببینن با توجه به شرایطی که دارن و اومدن چطور میتونه باشه. اوکی خیلی ممنون، خیلی کامل بود توضیحاتتون، خیلی هم عالی. یه دوری میخوام بزنم و وارد، چون بعض مهاجرت و بیمه ماشین گرفتن چیه، میخوام بیشتر یکم سوال بکنم راجع به چرا باید بیمه مسافرتی بگیریم. اگه اومدیم اینجا سفر کردیم، اگه مهاجرت کردیم اومدیم و هنوز بیمه تحت پوشش کانادا برامون فعال نشده، اینا همه شرایط هستش، چرا باید بیمه مسافرتی داشته باشیم و چه تبعاتی داره اگه نداشته باشیم؟ اینجا هزینه های پزشکی به طرز عجیب غریب و وحشتناکی گرونه. اگه اشتباه نکنم مثلا بستری یه شب بیمارستان برای کسی که بیمه دولتی اینجا نداره از میتونه 6-7 تا 10,000 دلار هزینه داشته باشه یک شب. خب و شما تصور کن من مجبور شم 5 شب برم بیمارستان، چه اتفاقی میفته؟ 50,000 دلار باید بدم، همین دلاره رو ضرب بکن شما تو 40,000 تومان اینا که بچه که تازه از ایران میارن، نمیدونم دقیقا الان چند عدد دلار اینا. ماجرا اینه که ما همیشه فکر نکنیم برای بقیه اتفاق میفته دیگه. یکی از اون آدمایی که همیشه براشون اتفاق میفته و ما هر دفعه که تو بیمارستان بریم کلی آدم نشستن تو اورژانس، یکی از اونا همیشه میتونه من باشم، میتونه شما باشی، همیشه با یه هزینه خیلی کوچیک شما همین رو میتونی تحت پوشش قرار بدی. اما اگر نکنی چه اتفاق میفته؟ شما باید تشبیر بیمارستان همه این پولو نقد از جیبت بدی، تازه اومدی وارد یک کشور شدی، خودتو چلوندی، بلند شدی اومدی، هرچی پول داری و اینجا باید بدی بره هزینه درمانت. چرا؟ چون فکر کردم مثلا من خیلی سالمم و خفنم و اینا، اتفاقی برام نمیفته. و دوستان وقتی یه اتفاقی براتون میفته دنبال تو رو خدا دنبال بیمه نگردید، نمیدن بهتون، نمیدن هیچ. این که من الان دل الان شو اینجوری شده الان برم بگیرم بعد نگم و اینا، چه جوری نگید بچه؟ مثلا خب دکتره میفهمه که شما این چه میدونم هر بیماری که بوده از قبل بوده و هیچ پزشکی هم اینجا نمیاد که اعتبار خودشو ببره زیر سوال بگه خب باش مثلا تو دروغ بگو منم دروغ میگم چی گیره من قرار بیاد. میتونم یه نکته یو اضافه بکنم؟ این یه اینفورمیشن شخصیه، ریکورد میشه اینجا همه چی وقتی پیش دکتر صحبت میکنی و اصلا دکتر آپشن نگفتن نداره چون ریکورد شد. اصلا من میگم ریکوردم نشه، کی میاد اعتبار حرفه ایش رو برای یه آدمی که
یا مسافر یا اصلا نمیشناسه که کجا اومده کی میکنه، شما این کارو میگی، هیچ کس اعتبار حرفه‌ایشو به خطر نمیندازه این کار بکنه. بنابراین وقتی یه چیزی شد دیگه دنبالش نگردید، چون نمیدن شرکت های بیمه بهتون خسارت نمیدن اگر اتفاقی افتاده باشه بعدش بیاد. حالا یه سوال دارم، هزینه های بیمه های مسافرتی یا ترافل اینشورنس چطوریه؟ زیاده؟ کمه؟ چجوری حساب میشه؟ نه به نظر من در مقایسه با اون چیزی که شما داری میگیرید، یعنی کاوریجی که داری میگیری، پوششی که داری میگیرید، بعضی وقتا حالا اینا معمولا از 10000 دلار شروع میشه، 25000 50000 تا 100000 دلار. 10000 دلار پول بیمه مسافرتی؟ نه، میزان پوششش. میزان پوشش. آره و هزینه هاش خیلی کمه نسبت به اون چیزی که میگیرید. بچه‌ای هم که با اقامت دارن میان، اون ماهی که میان به اضافه دو ماه بعدش رو صرف میکنن، یعنی تاش دو سه ماه نیاز به این بیمه دارن و این عدد اصلا تاثیرگذار نیست تو زندگی شما که دو سه ماه بخوای همچین چیزی رو پرداخت بکنی در مقایسه با اینکه اگه یه اتفاقی بیفته اون هزینه های سرسام آور و همینجوری چه فرق نمیکنه. اصلا همه جای دنیا اینجوریه، حالا ماجرا مثلا تو آمریکا بدتره. من یه کیس داشتم، یه خانمی با پدرشون تشریف بردن، توی این کیس خوشبختانه داشتن بیمه رو. پدرشون سکته قلبی میکنه تو آمریکا، بستری میشه، 550000 دلار صورت حساب میشه. 550000 دلار، یعنی کاورج مثلا 25000 دلاری داشته باشن. اون کیس به خاطر اینکه اینا ساکن کانادین رزیدنت بودن تا 10 میلیون دلار پوشش داشتن. خب ولی همین سفر به آمریکا رو هم دوستانی که حتی اینجا رزیدنت هستن سفر میرن جای مختلف، نه الزاما فقط بچه که از ایران میان، یه کشور دیگه برید، هزینه ها وحشتناک سرسام آوره، در صورتی که با تهیه بیمه خیلی ارزون هم هست، اصلا به 500 دلار هم نمیرسه شما یه هفته بخوای اینجا سفر خارجی بری. برای کسایی که رزیدنت کانادا هستن خیلی ارزونه و تا 10 میلیون دلار هم پوشش میگیرن. اون 550000 دلار با اون بیمه ترافل اینشورنس پرداخت شد. فقط یک لحظه شما تصور کن اگر نبود چجوری میشه 550000 دلار بدهی تو زندگی شما چجوری میخواید؟ تا عمری که داری باید فقط به خاطر اون یه ایونت و اون 20 تا 30 دلاری که ندادی فکر کنم زندگی تو باید بدی. تموم شد. و ما از این پولا خرج خیلی چیزای دیگه میکنیم، خرج مهمونی میکنیم، خرج نمیدونم مشروب میکنیم، خرج رستوران میکنیم، خرج خیلی چیزای دیگه میکنیم. چرا همه نسبت به بیمه سوگیری دارن؟ چرا حرف بیمه میشه میگن همه دزدن، همه مشاورای بیمه چون کامیشن میگیرن؟ چرا این دیده انقدر منفی هست؟ دو تا ماجراست. یکی این که یه بخشیش تقصیر ما و من و همکارای من، یه بخشیش تقصیر ماست، یه بخشیش شاید آنست نبودیم، شاید صادق نبودیم، اون چیزی که به درد آدم میخورده رو بهشون ندادیم، یه بخشش تقصیر ما. اما یه سری آدم هم هستن که آره اینا اینجوری هم دبه میکنن نمیدن فلان. 22 سال من این کار رو دارم انجام میدم، دو تیپ آدمی حرف رو میزنن. یک، آدمایی که موقع خرید بیمه نامه صادق نبودن، دروغ گفتن، اعلام نکردن، یا مریض بوده، یا با قول شما سیگار میکشیده، یا هر نوع بیمه نگفته، حقایق رو نگفته. دسته دوم هم که خیلی شیکترن، اونایی هن که مثلا طرف 10000 دلار خسارت دیده، پلان کرده یه 15000 تایی بگیره، یه 5000 تا هم جیبش بره، بعد مثلا این سفری هم باش بره. این دو تیپ آدم همیشه قرقر میکنن میگن، وگرنه هر ساله هزاران هزار خسارت داره پرداخت میشه، خونه، ماشین، لایف اینشورنس، کریتیکالنس و و و اینا به کیا داره پرداخت میشه؟ بس هزاران هزار، چند صد هزار کیس خسارت داره. ولی چون ما ندیدیم صرفا نمیدونیم کیا. اونایی که میگیرن هیچ وقت نمیان بگن ما گرفتیم، خیلی هم خوب بوده دستشون درد نکنن، اتفاق اساسا نمیفته. هر کی که میگیره هیچ کس نمیاد اپریشیت بکنه بگه آقا من گرفتم خیلی ممنون. اون دو دسته‌ای که نمیتونن بگیرن و نمیگیرن، اونها هر جا میشینن همین ماجرا، اینا نمیده، اینجوری میکنم، اونجوری میکنم، و ماجرا رو از زبون خودش تعریف نمیکنه، نمیگه من چی کار کردم که بهم ندادن، میگه ندادن. و توی سوال تیکه اولم آره دیگه، اونا هم حق دارن، یه بخشیش اون تصویر، یه بخشیش هم خود آدمو باید دقت بکنن چی دارن میخرن. مرسی، خیلی اطلاعات مفیدی بود.
یه سوال دارم، شاید یکم چالنجینگ باشه و دیگه نمیخوام خیلی بحثو بیشتر کش بدم و ادامه دارش بکنم، ولی لایف اینشورنس بیمه جالبیه، بیمه عمر. میخریم یه مقدار پولیو روی مرگمون بت میکنیم که بگیریم. حالا چی میشه اگه یه آدمی به خانوادهش بخواد اهمیت بده ولی از زندگی سیر باشه، بخواد لایف اینشورنس بگیره بعد عمر خودش هم بگیره، یا به گفته ساده تر خودکشی بکنه؟ آره سوال خوبیه. به نظر من آدمی که از زندگی سیره و آدمی که خانوادش براش مهمن، این تو تناقضه، یعنی همچین چیزی، به خاطر اینکه خانواده تو یه قسمت مهمی از زندگی توه. پس اگر من از زندگی سیرم، قاعدتا از خانواده من سیرم، برام اهمیتی نداره. ما با دسته ای که از خانوادهشون و از خودشون و زندگیشون و همه اینا سیرن، خیلی کار نداریم. نا گود تو گو، به خاطر اینکه آدمی که هیچی براش مهم نیستش، یعنی میگه آقا من اگه مردم اصلا برای ما مهم نیست، بعد من مثلا زنم چی میشه، بچه‌م چی میشه، یا برعکسش شوهرم چی میشه، بچه‌م چی میشه، اساسا به نظر من این دسته از آدم اصلا نیاز ندارن لایف اینشورنس بخرن، چون براشون مهم نیست اصلا خانواده‌شون. ولی یه دسته دیگه داریم که خب براشون مهمه دیگه، ماجرا خانواده براشون مهمه، اینکه چی سر خانواده من میاد برام مهمه. چرا؟ چون خانواده من بخش مهمی از زندگی من هستن. من نمیتونم بگم که نه، من فقط خودم هم تو زندگی و اونا هم برن دیگه، برن دنبال بازی خودشون. به خاطر همین آدم هایی که به خودشون و خانوادهشون اهمیت میدن، این پرادکت ها رو میگیرن. آدمی که اعتقاد به این نوع از پرادکت نداره، که اون هم سر جاشا، یعنی اون هم محترم، عقیدش دیگه، ولی آدمی که اعتقاد نداره و براش مهم نیست، سراغ این چیزا هم نمیادش. اوکی. بالاخره شرایط آدم رو فرق میکنه و شاید یه نفر توی تایمی بخره اینو و خیلی هم به خانوادش اهمیت بده، ولی بعدا زندگی و منتال استیتش توی استیجی تغییر بکنه، تصمیم بگیری زندگیشو پایان بده بهش. این آدم ها میتونن لایف اینشورنسشون پولشون به خانوادش برسه یا نه؟ سوالتون یه سوالیه که رگولیتور اینجا به من توی میدیا اجازه پاسخ دادنش رو نمیده. okay. اما اگر هر کدوم از دوستان این سوال رو اسپسیفیکلی به صورت خیلی خاص این سوال براشون سوال بود، میتونن با من تماس بگیرن. من تو تماس شخصی میتونم جواب این سوال بدم، اما تو میدیا نمیتونم. ببخشید من نمیدونستم. نه، شما هر سوالی دوست دارید بپرسید. من هر کدوم بتونم، چون ما هم از طریق اینجا قانونگذاری اینجا یه سری محدودیت هایی داریم، هر سوالی که من بتونم رو جواب میدم و منافاتی نداشته باشه با سیستم قانونی اینجا بهتون جواب میدم. سوالایی هم که نمیتونم بهم، یعنی اجازه داده نمیشه که جواب بدم، توی پابلیک نمیتونم جواب بدم، ولی هر کدوم از دوستان تماس بگیرم به صورت خصوصی، به راحتی حتما این سوال میتونم جواب. اینم همینم یه بخشی از برنامه است و خب برای بیننده ها شاید جالب باشه که یه لیمیتیشنی هست برای جواب دادن یه سری از سوالات توی میدیا و اتمن. ممنون که اینو توضیح دادید و گفتید. سوال زیادی دیگه از سمت من ندارم، ولی چیزی هست که بخواید بگید و فکر میکنین اطلاعات مفیدی باشه که افراد جنرالی داشته باشن؟ یه خواهشی دارم از همه کسایی که چه محصولات مالی دارن میخرند، میان تیم اینوستمنت، اعتماد میکنند و و، خواهش میکنم بخونید هر چی میدن دستتون رو بخونید. هر جاش هم نفهمیدید بخواید که بهتون توضیح بدن. ببین شما وقتی میخری از من میخواد، من وظیفم و باید توضیح بدم. شده یک ساعت طول بکشه، باید اونا رو توضیح بدم. تنها خواهشم اینه که بخواید. اگه مثلا من به شما میگم که فلان قد پوشش دارید، خب بعد من سوال کنید این فلانقدر پوشش تا چند وقته، تا چند ساله، چجوریه؟ این بخواید سوال بکنید، سوال بپرسید، بخونید، همینجوری ابزا نکنید هر چیزی رو. سوال درست پرسیدن هم یاد بگیریم. حتما. خیلی مهمه. حتما. خیلی مهمه. خیلی ممنون. خیلی من استفاده کردم از اطلاعاتی که دادید آقای جفتان و مطمئنم بیننده ها هم این سوالایی که پرسیدم سوالاشون هست، بوده و خواهد بود. خیلی اطلاعات جالبی بود. ما نمیدونیم که نمیدونیم و باید بریم یاد بگیریم راجع به این موضوع و فکر میکنم
حتما یه چیزی هم من داخل اون جمله که اول بحثم گفتم دوباره این انتها میگم که به جذابیت بیفزاید، بچه هایی که فکر میکنید، دوستانی که فکر میکنید این جمله رو خیلی واضح میگید که آقا ول کن از کجا میخواد بفهمه، به خدا میفهمن. این که تو نمیدونی از کجا میخواد بفهمه معنیش این نیست اونا بلد نیستن بفهمن، اونا بلدن بفهمن، انقدر وکلای مجرب و انواع اقسام امکانات رو دارن بفهمن، باور کنید میفهمن. شوخی نکنید با آینده و زندگی خودتون و خانوادتون، شوخی نکنید. پس رو راست باشید. به نظر من که در این بهترین راهی که میتونید شما استرس نداشته باشی، چون وقتی که نباشی اتفاقی بیفته این چیزا، یعنی کاری که ما میکنیم شوخی نیست، کار این صنفی که ما توشیم کلن اگه یه اشتباهی توش بیاد زندگی شما رو میفرسته رو هوا. خودتون با خودتون نکنید، شوخی نکنید، خودتون رو گول نزنید و اصلا این جمله رو فراموش کنید، این جمله کی میخواد بفهمه رو تو رو خدا بذارید کنار. خیلی ممنون، مرسی، امیدوارم که بیشتر اینجا داشته باشیم منتون و از اطلاعاتتون استفاده بکنید. حتما، با کمال میل. مرسی از شما، خدافظ.